با درود، پیامی از طرف دفتر کردستان حزب حکمتی از خط رسمی در رابطه با بیرون آمدن عزیزان دربند، معلمین فداکار و دلسوز اسکندر لطفی، مسعود نیکا و شعبان محمدی. عزیزان بهتون شاد باش میگم، از صمیم قلب بهتون تبریک میگم، خوش آمدید به میان محفل گرم خانواده و جمع رفیقانتان، همکارانتان و مردم شهر مریوان. خیلی خوش اومدید. امیدواریم با تلاش های هرچه بیشتر بتوانیم این آزادی موقت را به آزادی همیشگی و این وثیقه های سنگین را ملغا کنیم. امیدوارم با تلاش های پیگیرانه بتوانیم سایر زندانیان دربند، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، کیوان مهتدی، رسول بوداقی، رضا شهابی، حسن اسعدی و همه و همه زندانیان دیگر، زنانی که به خاطر بدحجابی امروز در چنگ جمهوری اسلامی گیر افتادند، همه این زندانیان را، همه این اسیران را با تلاش و کوشش خودمون از بند در بیاریم، آزادشون کنیم. معلم حقش زندان نیست، کارگر نباید در زندان باشد. کارگر و زنانی که برای حق و حقوق حقه خودشون مبارزه کرده و مبارزه می کنند، جایشان زندان نیست. این جمهوری اسلامی است باید در زندان بماند، نه معلمی که خواست بر حق تحصیل رایگان، آموزش و کیفیت بهتر شدن آموزش در مدارس، حق و حقوق و وقت رسیدن به معلم، حق بازنشسته ها، اینها حقوقی هستند که بایستی اجرا شوند، بایستی داده شوند. اما جمهوری اسلامی از این که نمیتونه این حقوق ها را پرداخت کنه، از این که توانایی جوابگویی به این نیازها را نداره، ناچارن دست به خشونت و دستگیری معلمان دلسوز و کارگران فداکار و زنان مبارز میزند و اونها را به سیاه‌چال‌های خود بندازد. اما در طول بیش از 43 سال جمهوری اسلامی خوب میداند که زندانهاش جوابگوی نیازها و برآورده کردن آرزوهایش نبود و نخواهند بود و مرتب به صف معترضین و مبارزین اضافه می شود. این عزیزان که به زندان افتادند مگر چه خاصی داشتند؟ مگر چه کاری کردند؟ چه گناهی، چه خلافی انجام دادند؟ غیر از این که حقوق خودشون را خواستند، غیر از این که آموزش با کیفیت و برای دانش آموزان خواستند، غیر از این که خواستند که آموزش رایگان باشه، چه چیز دیگری را طلب کردند؟ آره، شاید جمهوری اسلامی راست میگه، اینها در کنار آموزش دروس که براشون گذاشتن، آموزش آزادی، آموزش آزادی خواهی، آموزش حق طلبی و درآوردن حق و حقوق محصلین و دانش آموزان از حلقوم این سیستم ضد بشری را آموزش دادند. تمام دنیا و تمام مردم ایران می دانند که این جمهوری اسلامی ناحقه. جمهوری اسلامی به ناحق مردم را و مخصوصا معلمین و کارگران و زنان معترض را دستگیر می کند. اگر توجهی به استقبال گرم و پرشور مردم در سنندج، در مریوان،
از سقز و شهرهای دیگر به مریوان آمده و از این عزیزان استقبال کردن بیندازیم، متوجه میشیم که حق با کارگرانه، حق با معلمانه، حق با این آزادی خواه ها و حق خواهاییه که جمهوری اسلامی هر روز ظهر شب در گوشه و کناری خونه ها را محاصره میکنه و دستگیرشون میکنه. جمهوری اسلامی برای پوشاندن این ناحقی های خودش، این زورگویی های خودش ناچار شده این عزیزان رو به فرانسه و کسایی که از فرانسه اومدن و به پرونده های اسرائیل و به همه جنایتکارانی که خودش باشون رابطه داره به اونا متصل کنه. اما استقبال پرشور مردم خوب نشان داد که اینها حق داشتن مبارزه کنند، اینها حق داشتن این خواسته را مطرح کنند. این عزیزان برای حق و حقوق خودشون تلاش کردند، نه چیز دیگری. خوشبختانه با مبارزات گوناگون که این عزیزان خودشون در زندان انجام دادند، از جمله اعتصاب غذای خوش، ترس در حد مرگ، 11-12 روز اعتصاب غذای خوش و فقط برای خوشحال نشدن جمهوری اسلامی اعتصاب غذا را شکوندند، نه چیز دیگری. میدانستند اگر بمیرند جمهوری اسلامی خوشحال میشه، اما اعتصاب غذا شکستند برای ادامه مبارزه. و در خارج از زندان تلاش خانواده ها، تلاش همکاران این عزیزان، معلمین مبارز و پرشوری که در انجمن معلمین مریوان و ایران شرکت کرده و شرکت دارن و سال هاست برای آزادی و برای احقاق حقوق دانش آموز و معلم و کارگر تلاش می کنند، این عزیزان از زندان بیرون اومدند. شما حق دارید به اندازه تمام اون فریادهایی که در سنندج براتون کشیده شد، حق دارید به اندازه تمام برگ اون گلهایی که در مریوان به سر و رویتون پخش شد، به اندازه تمام اون تاج گلهایی که به گردنتون آویزان شد، شما حق دارید. جمهوری اسلامی ناحق است. شما سربلندید، شما پیروزید، شما شاد و باید خندان باشید همونطور که بودی. و جمهوری اسلامی است که باید سرفکنده، خجالت زده، اینها خجالتی نمی کشند، وگرنه بارها و بارها با این شکست ها روبرو شدند، با شکست این سناریوهایی که سوخته است و هیچ بردی نداره اینا شکست خوردن. پس همین تجربه هایی که به دست آوردیم محکم در دست بگیریم، این اتحادها را حفظ کنیم، گسترش بدیم. به جای هزاران نفر که به استقبال این عزیزان اومدن، تمام مردم، تمام کارگران، تمام معلمان و حق خواهان، تمام خانواده های محصلین به استقبال بیایند، همه به همکاری با خانواده های دستگیر شدگان بشتابند، همه تلاش کنند برای درآوردن بقیه زندانی ها از زندان از چنگ جمهوری اسلامی، پیش به سوی آزاد کردن و ملغا کردن تمام وثیقه های سنگینی که به دوش این عزیزان بستند. باز هم گلبارانتان می کنیم، باز هم شاد باش می گوییم، باز هم در شادی و خوشحالیتون شریکیم. زنده و شاد باشید.